بله خب این یه سوالی است که به قول شما اشاره فرمودید اگر نصف بحثامون هم بشه حقه، چون مربوطه به نصف جامعه مونه و خانمای مثلا به اون دیدگاهی که بنیانگذار نظام داشت و رهبری داشت نسبت به خانما. من معتقدم حضور زنها را هرچی بتونیم ما گسترش بدیم و واردشون کنیم در صحنه ها، هم از خلاقیت ها و استعداداشون بیشتر استفاده کردیم، هم یک پشتوانه عظیمی برای انقلاب و برای نظام و برای کشور بود هستن. بالاخره کشور حوادث تلخ داره، حوادث شیرین داره، دشواری های پیش بیا. انشاءالله هیچ وقتی ما جنگی نداشته باشیم، اما یک بار یک جنگی بی عظیمی و بی طولانی و بی این نابرابری با ما میشه و مردممون با چنگ و دندان دفاع میکنن. من با توجه که مسئول یه نهادی مربوط به اینا بودم، مطمئنن یکی از عوامل مؤثر خانما بودن. این فداکاری و این ایثاری که در این دوران مقدس شد خانما بودن، همطور قبل از انقلاب. اما دیگه به خصوص بعد از پیروزی و اون روحیه امام و ارادت به امام جوری شد که اینا واقعا سنگ صبور زندگی بودن، بار مسئولیت ایثارگران به دوش می گرفتن، چه در اسارت بودن، چه در جبهه بودن، چه به شهادت می رسیدن. من می دیدم می خوان و همش هم برمیگشت به اون بخشای تشویق هایی که امام نسبت به اینها داشت. بنابراین من معتقدم خانم ها باید حضور جدی در صحنه داشته باشن. بر همین اساس هم حالا این دیگه تعریف هم میشه، ولی هیچ چاره نیست جزی بگه، تنها مسئولی هستم که وقتی وارد کارا شدم همسرم هم شریک کردم، چون دیدم از سال اولی که ما ازدواج کردیم مبارزه هم شروع شد. خب در کنار من بوده، سختی های کشیده، بنده یا فراری می شدم یا زندان بودم یا تبعید بودم، او باید زندگی رو اداره کنه. و احساس کردم حالا که مسئولیت بر دوش منم آمده، حالا به تدریج همینطور از کار کوچک شروع کردیم، به سرعت واقعا استعداد خودش نشون داد که هنوز هم ما در هر کوچه و بازاری، مسجد و محرابی، سفری میریم، باز میاد میخوریم به افراد روحانی، غیر روحانی، دادشگاه، خانم، آقا، به خصوص خانواده های میگن مثلا به فلانی سلام برسون، اون سالا به ما خدمت کرد. وقتی از اونجا پایان یا پس از 15-16 سال وارد مجلس شدن، بعدم که مجلس پنجم تموم شد، دولت اصلاحات دعوتش کردن به کار یک معاونت وزارتخونه. بازم اونجا رفتن و به حدی کار انجام دادن، هیچ توقعی هم نداشتن، هیچی هم اصلا نخواستن، نه حقوق، همه چی کارا رو انجام دادن. اینا رو واقعا با تو مصاحبه حالا میگیم، بعضی حق هم دارن میگن نکنه اینا رو، الان اینا دارن میگن برای تبلیغات. هیچ مزیت هم استفاده نکرد، آخرم مدال شایستگی هم بهش دادن، 50 تا سکه هم دادن، 50 سکه هم داد به آقای دکتر نوربالا رئیس هلال احمر وقت، و اونم چون میدونست ایشون به کار پزشکی علاقه منده، آمدم به شما که عرض کنم، گفتن منم برای بم که دارم یه کاری میکنم، یه مقدارم خودم پول روی 50 تا سکه میذارم، مثلا فلان وسیله رو برای اون کلینیکمون یا در مقام که در بم داریم میخریدن. پس بنابراین من اول خودم عملا انجام دادم، بعدم همه جا مشوق بودم و تشویق میکردم. الان دیگه میگن، اما اول نمیگفتن. من آمدم گفتم آقا خانم ها تو مجلس هستن، خیلی حالا تو مجلس هستن، با مجلس خود بکنن، رهبری چه فرق داره؟ اگه یه خانمی میگه من حوزوی هم درس خوندم، حتی حاضرم بیام امتحانم بدم. اتفاق خانمی هم داشتیم که اعلام آمدگی برای امتحانم کرد، از نظر اندیشه سیاسی هم کاملا من شنیدم راسته، با ما هم نیست. اما من گفتم چه اشکال داره اینا رو امتحان کنید، با برد خبرگان هم بنمایید، که کم کم حداقل الفاظی قبول کردن. اول مخالف بودن، بعد گفتن وارد بشن. من معتقدم در صحنه‌های اجرایی هم باید اینا رو وارد کنیم، و هرچی هم وارد کنیم به شما که عرض کنم بیشتر توانشونه نشون میدن. همطور که کار دانشگاهی ببین، و در یه جامعه که واقعا سهم دخترها الان به مراتب بیشتره،
از ما مرد، من و شما هر چهار تامون جنسیت مردیم، اونا حالا دارن تحصیلات چون بیش از 60%. خواهیم گفت، حالا من میدونم چی میگم، خواهیم گفت حالا خانومی که آیا بتونه، چون دیدم در بحثا ما داریم مثلا که بتونه یه کاری رو انجام بده، مگه ما هممون اول بلد بودیم؟ حالا فرض بکنیم و کار اجرایی بهشون ندادیم، اولا میریم کار اجرایی به اونایی که دادیم و تواناشون تو مجلس دیدیم، دو دوره سه دوره گاهی طرف یه دوره تو مجلس بوده، بله و اونم میاد، همطور که خود ما هم یه مقدار آموزش خطا هم داشتیم، بالاخره ازیا باید عبور کنیم، کاملا این فرهنگیش کنیم که عادی بشه، اونا حضور داشته باشن و کار به نظر من انجام بدن و رشد و تعالی خودشون هم نشون بدن. من همیشه طرفداری بودم. در پاسخ به سوال جناب آقای قاسمی فرمودید که با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور خانم‌ها هستند، جا داره که نیمی از وقت برنامه هم به موضوع خانم‌ها اختصاص پیدا کنه. حالا اینجا این سوال مطرح میشه که آیا حاضر هستید با همین استدلال نیمی از اعضای کابینتون رو هم از خانم‌ها انتخاب کنید؟ نه. عرض کردم باید وارد کنی. بله. ببینید، یعنی وقتی یه خانمی هنوز ما وزیر نداشتیم، ما یه مرتبه که نمیمون، اما ما به تدریج وارد میکنیم، کار میکنن. من میخوام بگم اولا از نظر کاری که اینا حضور دارن، معاونت وزیر علا بودن، معاونت رئیس جمهور شدن. من اصلا فکرم از اولی جوری بود، اولین باری که من عضو شورای انقلاب فرهنگی بودم، رئیس مجلس سوم بودم، که اونجا آقای هاشمی میخواست خانم وارد کنه، بحث شد که رئیس دفتر اسمش باشه یا اینی که معاونت و اینا. تنها کسی که اونجا گفت نه خانمی که میخواد وارد کنید، منم نمیدونستم اصلا کیه میخوان وارد کنن، گفتم نه اتفاقا رئیس دفتر بانوان نذارید اسمشه، اینقدر دست به عصا نیاد. که دو سه تا خانم‌ها اونجا بودن، منم نمیشناختم وقت اونا، بعدا به من گفتن اونشم شما تنها دفاع کردید، گفتم اسم معاونت بذارید تا تو کابینه هم بیاد شرکت هم بکنه. اول وقت دفتر گذاشتید، همطور که الان در دولت اصلاحات شد، در دولت آقای دکتر احمد نژاد انجام شد، یه مرتبه هم نمیشه اون کار بکنیم، هم تحریک میشن علیهمون، خود مردا الان باز یه حالتی دارید تحریک میشن علیه ما. اما نه، هم تو بریم جلو، من میخوام بگم عادیش کنیم، بسیار بجاست و بنیان گذارش هم روی مسئله تکیه داشته، در بخشای در بخشای پژوهشی بسیار کارهای خوبی خانم ها کردن، خب وارد بشنه بیشتر، اصلا فرهنگ بشه، حتی جوری بشه خانم ها خودشون باورشون بشه، هنوز خانم ها اون باور نشده. گاهیم حالا اینم شاید من صحبت در این بابم زیاد کردم، به خود خانم هایی که به شدت طرفدار اینن منم قبول دارن در این باب میگم، میگم شما یک کاری کنید خانم ها باورشون بیار شماره، برای که الان رأی رو بیشتر به ماها میدن، رأی به شما نمیدن، یه کاری کنید اینجا. لذا زنها اونیشا از 14 تا زیادتر تو مجلس نشده، در حالی که قانون اساسی ما هیچ محدودیتی نداره، یعنی معلوم شد خود خانم هم هنوز باورش رو نیامده. اینه که من عرض کنم یه کار فرهنگی جدی باید انجام بدیم، اینا آینده هم میشه پس از حالا معقول و منطقی انجام بدیم، به نظر من بهتر. در کابینه شما به اصطلاح وزیر زن خواهید داشت؟ من گفتم وزیر زنم میبرم، ولو یک، همینقدر که این صدر بشکنم، چون در تحت معاونت رئیس جمهور رفتن، معاونت وزرا رفتن، من میخوام یه کار اجرایی هم به در حد وزارت به یه خانم بدم، دعا کنید که رئیس جمهور شدم یه خانم خیلی خوب انشالله بشه، که هیچی بیاد اونجا اون مردارم به شما که عرض کنم ضرب فنی کنه، در کارش انجام جوری بشه که بتونه خلاصه میدان خوبی براش بشه و اینا.